یه رو تو دفترم بودم، نشسته بودم، داشتم کارامو انجام میدادم، تلفنم زنگ زد و برداشتم، آقای مهندس محلوجیه. گفت استقرار پرسپولیس. گفتم موضوع چیه؟ گفت ما یکی از این دوتا رو باید برداریم، یا استقلال یا پرسپولیس. آقای هاشمی دستور داد. گفتم هر کدومو برداری آبرومو میره، بعد بودیم وقت بذاریم کار کنیم، پول در بیاریم خرج کنیم، بعدم با پاسخگو باشیم، بازم آبرومو میره، چون همون کارهایی که دوست داریم نمیشه. اما من که شما میدونی قرمزم، من پرسپولیسی هم به هر حال طبیعیه. گفت خیلی خوب، تو چیز کن، بشین برنامه تو بنویس برای پرسپولیس. گفتم آیوان سب کنیم چیه موضوع، بذار یه جلسه با هم داشته باشیم. گفت فردا به پیش من ساعت 6 صبح. من رفتم اول وقت کاریش بود دیگه، رفتم پیشو گفتم میخوای چی کار کنیم. گفتش که بالاخره دستور آقای هاشمیه، قصه‌م خیلی ظریفه. گفتم این چی؟ گفت بعد از این اتفاقی در سال 90 یادتون هست در امارات افتاد و ما برای توی 6 تا 5م شدیم و کوالیفای نشدیم، امارات کوالیفای شد. آقای کنی زنگ میزنه به آقای هاشمی میگه بابا یک فکر واسه این فوتبال بکنید. شما فکر بکنید آیت الله کنی، آدم فکر نمیکرد مثلا ایشون حساسیت رو فوتبال داشت. میگه این جوانامون به چی دلشون خوش باشه؟ به این فوتبال دلش خوشه که اینجا رفتن پنجم شدن. اون زمانی بود که آقای پروین مربی بود، اویچ هم مربی امارات بود اگه یادتون باشه. و آقای هاشمی هم دستور میده به سه نفر، آقای کلانتری، آقای غفوری فرد و آقای محلوچ، که برید بشینید سه نفری یه فکری برای استقلال و پرسپولیس بکنید. همون زمان بحث مهندس ترکان مطرح میشه که بیاد استقلال رو بگیره. اگه یادتون باشه مهندس ترکان وزیر راه و آقای محلوجی هم پرسپولیس رو بگیره، ولی کمک بشه از طریق آقای ایروبانی، آقای میرولد، آقای آقا محمدی، این طرف هم آقای مهندس جمالی و دیگران کمک بکنن، دوتا تیم مایه مدیریتی و سازماندهیشون قوی بشه. که من پیشنهاد دادم دکتر فاخری و دکتر شکیبی و دکتر برومند و اینا بزرگان فوتبال بودن در شاهین، اینها بیان عضو هیئت مدیره بشن و آقای مهندس محلوجی و آقای مهندس جمالی، که مهندس محلوجی نپذیره، گفت من رئیس مجمع هستم، خودت برو توی جلسات و مدیر عامل بشو و رئیس هیئت مدیره. بنیاد مستضعفان در سال 66، آقای رفیق دوست به خاطر توصیه آقای مهندس مظاهری میاد بر میگردونه با یک کاغذ. وقتی گرفته بودم پرسپولیس رو ما یملکش و بنیاد مستضعفان ور میداره، یه ورق کاغذ به اسم پیروزی، اسمش هم ور میدارن روش، میکننش پیروزی، ورش میگردونن به کی؟ به سازمان تربیت. سازمان تربیت بدنی که نمیدونسته باید چی کار بکنه با این، تو حراستش آقای عباس انصاری‌فر خدا بیامرز. عباس انصاری فر صدا میکنم میگه چکا هم میگه آقا بدید به ما، شما یه باشگاه ما رو شما باشه، ولی ما ادارش میکنیم، فقط باید ثبتش کنیم، ثبت شرکت ها رو ثبت کنیم. آقای عباس انصاری فر میبره ثبت میکنه با آقای منتظر الموعود، این دو نفر میشن مالک پیروزی. ماده چهارش، ماده 4 اساسنامه میگوید که صاحبان سهام کلیه اختیارات خود را به ریاست سازمان تربیت بدنی واگذار کرد. سال 70 اتفاقی که میفته اینه که ثبت میشه به این شکل. من اولین کاری که کردیم این بود که رفتیم اساسنامه را از آقای عباس انصاری فر گرفتیم بعد دستور محلوچی. من دیدم تو اساسنامه اینو نوشته، گفتم آقای انصاری فر شما اختیار ندارید. گفت ما اساسنامه اصلاح شد.
گفتیم چجوری اصلاح شده؟ گفت اساسنامه دومو که ثبت کردیم اینو برداشتیم ماده 4. اختیارات رئیس سازمان تربیت بدنی رو ازش گرفتیم که راجع پرسپولیس به عنوان مجمع است که اون موقع پیروزی هم ثبت شده بود، داخل پرانتز پرسپولیس بود. من و این نامه نوشتم برای محلوچی که آقا، اولا آقای غفوری فرد نمیخوام بهش بگیم که چه اتفاقی افتاده، ولی میخوام رضایت داشته باشه. پس شما یه نامه بنویسید با آقای دکتر غفوری فرد، بگید آقا تو واگذار میکنی؟ بعد من با آقای انصاری فرد و آقای منتظر و موعود میشینم راجع به سهام صحبت میکنم، برای سهامشون چی میخوام، با اینام به توافق میرسیم، میریم ثبت شرکت ها. ایشون هم زیر نامه دستور داد اون چی که صلاح هست و میدونی که درست هست انجام بده. ما همه این کارا رو کردیم، همه مدارکش هست. در نتیجه پرسپولیس یا پیروزی در اون زمان به این شکل ثبت شد که در سال 72 اواسط 72 ثبت مجدد شد با 50% مهندس محلوجی، 25% عباس انصاری فرد، 25% امیر آبدینی و آقای منتظر و موعود کنار. حالا در حاشیه این یه اتفاق دیگه افتاده بود که الان جمعا بحثشو نمی کنم، که یه چیز دیگه هم ثبت شده بود. به یه باشگاه دیگه هم ثبت شد به اسم پرسپولیس. جالب این بود که آقایون میگفتن ما اسم پیروزی رو نمیذاریم عوض شه بشه پرسپولیس، اما یه باشگاه ثبت شده به اسم پرسپولیس. اونو چی ثبت کرده بود؟ یه آقایی به اسم اسماعیل وفایی، عباس انصاری فرد و همین منتظر ما بود. این که آقای وفایی ادعا میکرد که من پرسپولیس مال منه، اون ثبت دوم میارم. من چی کار کردم؟ من اومدم اون پرسپولیس دوم که این آقایی ثبت کرده بود گرفتم ازشون، نشستم منطقی باشون صحبت کردم، گفتم اینو باید بدید به پیروزی که دیگه کسی نره یوهوی پرسپولیس ثبت کنه، برای من مصیبت بشه به اسم پرسپولیس تهران. معنا و مفهوم این که الان این قضیه باز بشه به صورت ریز و دیتیل و جزئیات شاید خوب نباشه، شاید خوب نباشه. من هم نمیتونم همش رو بگم، میتونم بدون اینکه شما ضبط کنید یه 5 دقیقه بگم، اما مشکل برای من نیست. ببین راجع به آدمایی باید صحبت کنید که این آدم ها یه آبروی تو جامعه دارن. من قصدم این نیست که آبروی کسی رو بخوام ببرم، به خصوص بعدشون فوت کردن، بعدشون هستن. بخش عمدهش دعوای فوتبالی بود و بخشیش هم نه، دعوای فوتبالی نبود، دعوای سیاسی بود. ضمن این که اون آدم هایی که تصمیم گرفتن علی پروین رو حذف کنن فقط برای علی پروین برنامه‌ریزی نکردن، حذف استقلال و پرسپولیس رو برنامه شد و قصد قربت داشتن این کار بشه. اومدن من و اومدن اون عده آدم هایی که اومدن استقلال و تغییر دکتر غفوری فرد و تغییر ریاست فدراسیون و تغییر یکی دو تا باشگاه، اینها باعث شد که اون حادثه اتفاق نیفت. و یکی از اون آدم ها متاسفانه مدعی خدمت به فوتباله. من در یه مناظره حاضرم اینا رو بگم و تاریخ رو یه ریویو بکنم، ولی خطرناکه الان واردش بشیم. الان خطرناکه برای اینکه خیلی از اونا دستشون کوتاهه، نیستن، در فوتبال حذف شدن، باشگاهاشون بسته شد. شما الان باشگاه کشاورز داری، باشگاه بهمن دارید. خب حالا وقتی یه روزی قراره که مثلا باشگاه کشاورز و باشگاه بهمن و باشگاه تجارت و باشگاه دیگه، و جالب اینه که همون باشگاه منحل شدن، یه دونهشون نیست، و اینا تصمیم بگیرن که آقا تا دو قطبی هست
فوتبال روش نمیکنه. بیام دو قطبی رو از بین ببریم، دو قطبی رو از بین ببریم، حذف دو قطبی رو میخواستم بکنم، حذف این دو قطب. و برای حذف این دو قطب شما میبینید که یک تفکری میاد میگه که آقا بالای 28 ساله ها پیرن. ناصرخان اعجازی رو در اوج قهرمانیاش، اوج قدرتش، اوج مدیریتش، فکرش برای تو چارچوب وایستادن کنار میزنن، خط میخوره. علی پروینو میخوان از فوتبال بذارن کنار، یه بار میان بر اساس این قانون میگن فوتبال نکنه، یه بار هم میان میگن که با شکست که در مثلا اونجا خوردیم، در امارات خوردیم، حذف شه. اون بهانه است. میگن بعد از اون شکست از محبوبیتش خیلی کاسته شد، پس الان موقع زدنش. و یک سری پرونده هایی که یودرک ولا یوسفه، میشه درک کرد، نمیشه بحث کرد، اینا رو میارن مطرح میکنن و آقای پروین رو احضارش میکنن، میخوانش و میگن که شما کنار رو. یه ذره مقاومت میکنه، مجبور به استعفا میشه و